جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، ما بچه های جنگیم. سلام، یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های بجنگ تا بجنگیم رو شروع می‌کنیم. موضوع آموزش این برنامه‌مون دفاع در برابر یک سلاح سرده که همه باهاش آشنایی داریم. چاقو. چاقو یکی از ابزارهایی که مزدوران لباس شخصی از اون برای آسیب رسوندن به دیگران استفاده می‌کنن. بنابراین ضروریه که به شیوه مقابله با این سلاح سرد آشنا بشیم و مهارت‌های لازم رو کسب کنیم. برای مقابله با چاقو باید در نظر داشته باشیم که همه جای تیغه چاقو از نوکش تا ته تیغه میتونه به بافت‌های بدن آسیب برسونه. بنابراین در مواجهه با کسی که چاقو دستشه، ضمن حفظ خونسردی باید حد اکثر احتیاط رو به خرج داد و تا جایی که میشه با وسیله‌ای مثل چوب، میله یا حتی کاپشنی که تنتونه چاقو رو مهار کنید و از دست دشمن بیاندازیدش. ولی گاهی اوقات آدم غافلگیر میشه. در چنین مواقعی باید چه کار کرد؟ اولین اقدام حفظ خونسردی و برآورد وضعیت از دشمنه. باید خوب نگاه کرد که چاقو در کدوم دستشه و اون رو چطور گرفته. از بالا میخواد ضربه بزنه یا از پهلو یا شاید هم از روبرو. با توجه به چنین وضعیتی باید گارد دفاعی رو انتخاب کرد و طبق آموزش پیش رفت. فقط باید این نکته رو در نظر داشته باشین که هیچ وقت با چاقوی واقعی تمرین نکنین، چرا که به خصوص برای افراد مبتدی خطرناکه. ابتدا چند نمونه از دفاع در برابر چاقو رو بهتون نشون میدیم و بعد یکی از شیوه ها رو به طور مبسوط آموزش میدیم. امروز نحوه دفاع در برابر چاقویی که زیر گلو گذاشتن رو بهتون نشون میدیم. این حالت معمولاً اینطور پیش میاد که نفر میاد شونه شما رو میگیره و چاقو رو میذاره روی گلوتون و یه چیزایی میخواد. Give me your money. حرکت آهسته رو ببینیم. وقتی یه چاقو رو گلومه، تنها در یک جهت میتونم حرکت کنم، اون هم فاصله گرفتن از چاقو. یه بار دیگه، فقط یه کار میتونم بکنم، دور شدن از تیغه. وقتی دارم دور میشم، دستش رو عقب میزنم تا از خودم حفاظت کنم و یه مش میزنم تو صورتش. مهم نیست که از بین دستاش یا از بالای دستاش مش بزنین، فقط مش بزنین. وقتی مش زدم، شونش رو میگیرم، با زانو ضربه میزنم، تلاش میکنم دستی که توش چاقو هست رو بالا ببرم، بعد تلاش میکنم شستشو بگیرم که نتونه چاقو رو بچرخونه. بعد مچشو میپیچونم تا چاقو به سمت بالا بیاد و با پا میزنم تو صورتش. بعد مچشو فشار میدم جلو تا انگشتاش باز بشه. چاقو رو در میارم و ازش فاصله میگیرم. یه بار دیگه. تهدیدم میکنه. یک، دو، میگیرم، میچرخونم، ضربه میزنم و چاقو رو میگیرم. دوباره به صورت گام به گام بهتون نشون میدیم. چاقو رو گلوتونه. این اولین حرکته. یک، بدن فاصله میگیره. دوباره یک، دوباره یک. دست چپ از پایین میاد و فاصله میندازه. دست راست مستقیم مش میزنه. یک، دوباره یک، دوباره. شما باید به گرفتن دست ادامه بدین. شونش رو بگیرین، ضربه زانو، دستش رو یک کم بیارین بالا. حالا همین مراحل رو تمرین میکنیم. یک، ضربه، دو، گرفتن و ضربه زانو. دوباره یک، دو، دوباره یک، دو، دوباره یک، دو. از اینجا مش دستشو میگیرم، این پامو دور میکنم، میزنم تو صورتش، انگشتاشو باز میکنم و چاقو رو در میارم.
یک بار دیگه، این بار تا ته میریم. یک، دو، گرفتن، سه، ضربه، بوم، فاصله گرفتن. حالا چند بار به صورت آهسته انجام میدیم. پولتو بده. A little faster. الان سریع‌تر. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار. بجنگیم! بجنگ تا بجنگیم! ما بچه های جنگیم!